بسم الله الرحمن الرحیم اون جلسه راجع به کش سطحی ما صحبت کردیم دیدیم که اگر من یک سطحی از شاره داشته باشم مایع داشته باشم یه انرژی به سطح میتونم نسبت بدم که متناسب با اندازه سطح سیگما کشش سطحی زده در سطح اون مایع اگر این رو سیگما انرژی بر واحد سطح میتونم تعبیر نیرو هم بکنم اگه سطح مایه داشته باشم یه خطی روی این سطح مایه بکشم نیرویی که از سمت مثلا راست این خط از رو سطح مایه به سمت چپ این خط وارد میکنه نیروی عمود بر این خط و این نیرو متناسب با طول این خطه و نیروی سطحی رو میتونم بگیرم متناسب با طول خط اون ضریب تناسب سیگماست یعنی سیگما رو هم میتونم تعبیر کنم به عنوان انرژی بر واحد سطح هم نیرو بر واحد طول دو طرف سطح یعنی اگر سطحو من یه خطی روش بکشم این دو طرف اون خط روی سطح مایه نیروی مماس بر سطح مایه به هم وارد میکنه که به این نیرو نیروی سطحی میگه و گفتم که بنابراین من یه قطره ای داشته باشم این قطره انرژی سطحی میره به کمینه مقدارش و واسه همین به شکل کره در میاد قطره اگر هیچ چیز دیگه ای نباشه اگر شکلش از کروی منحرف کنیم و نوسان میکنه حول این شکل, شکل کروی تا انرژی جنبشیش تلف شو آخر سر به شکل کره در میاد خب حالا مثلا یه قطره در نظر بگیریم این قطره مایه در نظر بگیریم این قطره به شکل کره است من میخوام ببینم چه رابطه ای وجود داره بین فشار داخل کره و فشار بیرونش خب فشار بیرون رو من میگیرم پی فشار داخلش پی الان من یه خطی روی این شاره بگیرم روی این قطر مایه بگیرم بذار اینو بزرگتر بکشم یه خطی روی این بکشیم خب این قطر رو کره ای بگیریم به شعار R، فشار داخلش رو بگیریم پی فشار بیرون رو بگیریم پی الان نگاه کنید من هر تکه از سطح رو در نظر بگیرم الان نگاه کنید فشار بیرون پی سفر زب در این سطحه فشار داخل پی زب در این سطحه و یه نیروی کشش سطحی هستش خب من میتونم یه المان کوچیک رو این سطح بگیرم میتونم یه بخشی از قطره که مثلا نصف قطره رو در نظر بگیرم خب نیروی که بیرون بهش وارد میاد پی صفر در جهت های مختلفه اگر من این محور تقارن این چیز رو بگیرم محور Z این قطر رو بگیرم محور Z محور عمودیه رو این معلف های X این نیروهای فشار بیرون هم دیگر رو میکنم فقط معلف قائمه میمونه میشه P0 در هر این سطح ها که یعنی P0 دیه اس انحت که انحت به سمت اگه این حجم بسام بیرون بگیریم این میشه به سمت دا داخل منهای این حد جمع کنم روی این نیم کره خب هر کدوم از اینا رو ولی کدوم مؤلفه‌ش من در نظر بعد بگیرم فقط رو داد کیهت بگیرم کیهت داد حد کیهت میشه مثلا این ان حد در کیهت چیز کنم میشه کسینوس این زاویه یعنی میشه در واقع مثلا اینجا این سطح ضرب در کسینوس این زاویه که اگه این سطر و کوسینو زاویه ضرب کنیم میشه تصویر این سطر پایین که میشه این سطح یعنی جای دی اس ان دات میتونم این حد داد کی حد میتونم اینجا اسمش بذارم دی اسپریم پس عملا جای این میتونم بذارم پی سفر دی اسپریم و این نیرو در جهت پایینم هست این هم باید حواسم باشه که این مقدارش میشه منهای پی صفر در دی وقتی رو همه این سطح بالای انتگرال بگیرم میشه همه سطح پایینی که معادله این دایره همیشه. میشه میشه منهای پی صفر پی آر دو. برای داخل قطره همین همینجور من هر پی رو در این جهت باید ضرب کنم فقط رو به بیرون میشه عین همین محاسبه میشه میشه پی ضرب در پی آر دو. پس علل اصول واسه این قطره من یه, جه... یه جمله پی سفر پی آر دو رو به پایین دارم یه پی پی آر دو رو به بالا دارم یه سری نیروی کشش سطحی هم اینجا دارم که همه اینا رو به پایین هن. پس نتیجه میشه که این چقدر مقدار نیرو بر واحد طول سیگما بود طول این دو پی آره یعنی میشه سیگما زب در دو پی آر رو به پایین اگه این رو P0 پی پی آر 2 جمع کنم در حال تعادل این قطره برابر میشه با پی, پی آر 2 پس اینجا به دست میاد پی منهای P0 پی مساوی میشه دو سیگما روی آر اسم اینو بذارم که من میگه اولا فشار داخل قطره از فشار بیرون بزرگتره و اختلاف فشار هست دو سیگما رو من اینجا یه قطره مایه گرفتم اگه به جای قطره یه حباب گرفته بودم یعنی حباب مثل یه قطره ای که در واقع اینجاش فقط مایع این دو تا صد داره من واسه این اگه بخوام بریسم فشار اینجا رو بگیرم P1 فشار بیرون رو بگیرم P0 فشار اینجا رو بگیرم P2 این روابط رو میتونم واسه P0 رو P2 بنویسم میشه یعنی P2 منهای P0 میشه دو سیگما آروم پی یک منهای پی دو میشه دو سیگما این شعاها که آره یک آر پریم ولی دوتا شعا خیلی نزدیک به همه دیگه قطره عملا اینم همون آره آره بله به یه قطره که خیلی کوچیک این دوتا رابطه تر که با هم جمع کنم میشه پی یک منهای پی سفر میشه چهار سیگما آر این هم آر پریم که تقریبا همون دو سیگما خب پس واسه یه اصطلاحا فیلم یا یه خوباب حباب قط قد... که توش بر مایه نیست یه لایی نازکی از مایه است اختلاف فشار چهار سیگما آروم که آر شعاع این چیز شعاع این قطر است خب الان اتفاقی که میفته پس منباسی حباب میشه چهار سیگما آروم الان این چیزی که به من میگه اینه که هرچی من قطرم کوچیکتر باشه آر کوچیک شه فشار داخلی بیشتر میشه فشار پی اک از پی بزرگتر میشه بنابراین اتفاق این, این پدیده رو دیده نه که وقتی مثلا یه جایی کف صابون درست کنین یعنی صابون و مثلا مایه صابون یا صابون چیز کنین کف درست کنین کف های ریز از بین میرن کف های بزرگتر درست میشن دیدین کف ها قطره ها این حباب ها به هم دیگه میچسبن حباب های ریز از بین میرن حباب های بزرگتر بعد حباب های بزرگتر چون نازک میشن میترکن و به تدریج اون چیز از بین میره اون کف از بین میره این آزمایش رو با چیزم میتونین انجام بدیم که ترمایه انجام با بادکنک دو تا بادکنک در نظر بگیریم یه بادکنک کوچیک و یه بادکنک بزرگ حالا بادکنک مثل خوباب کشش سطحیش ثابت نیست بادکنک ها کشش سطحیشون اولا به شوهای بستگی داره به شکل چیز بستگی داره بسته این که این بعضی از این بادکنک ها هستن وقتی باد میشیم ول میکنیم بزرگتر میمونن بر نمیگردن کاملا کشسان نیست ولی حالا به تقریب برابر این جوابی که شما به دست میرین مثل حباب نیست تقریبه که دو تا بادکنک در نظر بگیریم مثلا میادم یک دانشه با یه لول خودکار درست کرده بود بعد اینا رو باد میکرد اینجاشو با دست نگه میداشت سرشو میکرد این تو اینم هم همینجور ولی این, این سرش رو بسته نگه میداشت که هوا نره بعد سرش که باز میکرد که اجازه میداد هوا بین اینا بره در واقعی که دانشجو چیزی که درست کرده بود یا سراحی اینجا درست کرده بود اینا که به کولر چیز میکنن اینجا شیر داشت بعد این شیره رو باز میکرد اتفاقی که آدم ممکنه به نظر بیاد همینجوری این فکر میکنه خب این از این میاد به این تبدیل میشه دوتا قطره اندازه هم ولی واقعا اتفاقی که میفته اینه که این آزمایش بکنین اگه دوست داشتین این قطره کوچیکتر میشه این که این که بزرگتر میشه تقریبا این شکلی میشه اینو حتما دیدین ولی توجه نکردین همین بادکنک عادی هم که میخوایم باد کنیم بادکنک عادی هم که باد میکنیم اگه دیده باشید اینجاها زخامت بادکنک کلوفتره اینجاها خیلی نازک پوسته نازکی میشه اونم در واقع مثل اینه که اینجا یه بادکنک کوچیک داشته باشیم اینجا یه بادکنک بزرگ داشته باشیم اینا در حال تعادلن این کوچیکه این در واقع اگر مساوی بودن این رفته به این و اینجا اه چیز شده یه بادکنک کوچیک در مجاوره دیگه بادکنک بزرگ قرار گرفته شبیه بالایی یا باز این پدیده رو دیدین احتمالا وقتی بادکنک کردم میخواد باد کنه اول کار سختره ولی بعد که باد شد ساده تره وقتی باد شد هرچی شعاع انحنا بزرگتر بشه این فشار بادکنک فشار توش کوچیک یعنی اینکه راحت تر میشه بادش کرد یا باز این پدیده رو دیدین که بادکنک رو وقتی باد کردین وقتی این رو درش رو باز میکنین این هوا شروع میکنه اومدن بیرون اولش این کند شروع میکنه حرکت کردن ولی آخر کار باد کنک دیوونه میشه میخوره به در دیوار محکم میره این ور میره اون ور به ضربه میخوره به در دیوار اون آخرش که کوچیکتر شده فشار توش بزرگتره هوا با شدت بیشتری ازش میاد بیرون خب همه اینها خلاصه ن... را... را... به من میگه که یک رابطه ای وجود داره بین سطح این اه... مثلا حالا باد کنم فراموش کنم برگردم به همون مایه سطح مایه فشار داخلش فشار بیرون و کشش سطحی همیشه بین فشار داخل مایه و فشار بیرون و کشش سطحی رابطه ای هست اگر یه شاره ساکن باشه عملا اتفاقی که میفته فشار اینجا پی سفره اینجا هم پی سفره و داخل مایه شروع میکنه فشار زیاد شدن یعنی سطح مایه اگر چیز باشه یه سطح با انهای سفر باشه فشار پیوسته است و در جهت ما عمود بر شاره حرکت کنیم حالا فشار میتونه زیاد شد داخل عمق مایه که بریم فشار زیاد شد ولی فشار پیوسته است ولی اگر مثلا مایه رو من به یه طریقی مایه رو اینجوریش کنم اینو رها کنم این تیکه شروع میکنه تغییر شکل دادن مثلا اینجا اومدن پایین اینجا رفتن بالا این کشش سطحی رو میکشه پایین و البته گرانش خب و این شروع میکنه تغییر شکل دادن و در ضمن یه اتفاق دیگه هم هست کناره مایه هم یکم انحنا داره حالا میتونه به این شکل باشه یا برعکس باشه این به چسبندگی و کشتتی مربوطه که بعدا ها راجع صحبت کنه خب ولی همه اینا به من میگه یک رابطه ای وجود داره بین فشار یا اختلاف فشار دو سطح دو طرفه یه سطح مایه و کشش سطحی من چیزی که به دست آوردم به دست آوردم دو سیگما آروم واسه کره در واقع جواب دقیقش واسه یه شکل دلخواه من واسه کره گفتم واسه یه شکل دلخواه به این شکل که R1 و R2 چی هن؟ و دو تا پارامتر که بهش میگن شعاهای انحنای اصلی رویه هر رویه‌ای من هر رویه‌ای داشته باشم تو هر نقطه ای دو تا شاه انحنای اصلی داره اه... که حالا من تعریف میکنم چیه حالا کره از اون اشکالیه که دو تا شاه انحنای اصلیش با هم برابرن یعنی آر یک و آر دو برابرن میشه دو سیگما آر ولی اگه به جای کره یه شکل دیگه ای بود این قطره ما شکل دیگه ای بود در اون صورت من اون شاه اصلی رو باید به دست بیارم اختلاف از این رابطه به خب برای اینکه من چیز کنم دو تا قضیه هست پس یکی اینکه اول شاین هنه اصلی رو تعریف کنم و اینکه این رابطه رو به دست بیارم خب برای اینکه شاین اصلی تعریف کنم من این این تیکر رو میذارم این زنی رو اه... که شاین نه اصلا چیه و شاین اصلی روی چی ببینین من یه خم اگر داشته باشم یه خم دلخواه به من بدم من راجبه خط الان راجبه رویه داشتم میگفتم ولی واسه اینکه رو... تصویری از رویه داشته باشیم اول بیایم باز موجود یک بودی یه خم داشته باشیم وای به عنوان تابعی از x این من اگر در یه نقطه ای به من بگن شعاع انحنای این خم در این نقطه چقدر باید یک تعریفی از شعاع انحنا داشته باشم خب در واقع این تعریف رو از این میارم, میارم که میگم من بیام به این نقطه یک دایره مماس کنم مثلا تو این دا... نقطه میتونم دایره دیگه ای مماس کنم البته حواس اون هست مثلا به این شکل تو این نقطه من میتونم همین دایره رو مماس کنم همین دایره رو مماس کنم همین دایره رو مماس کنم وقتی من میگم دایره مماس کنم منظورم کدوم دقیقا <تصفح> ببینید منظورم اینه که شما الان این وای این هم هست که اینه تابه اولیه‌ای که میخوام شاین هرش به دست بیارم فرض اینه. این تو این نقطه میخوام اینم شاین چقدر وای رو میام بست میدم این نقطه رو بگم من نقطه صفر میشه وای صفر به علاوه x وای پریم صفر به علاوه x دو دوم وای زگوند صفر بله علاوه بلا. حالا اون دایره ها چیه؟ دایره ها رو میخوام آنچنان دایره ای باشه که از این نقطه به بگذره یعنی پس وایش در این نقطه دقیقا همین باشه برای این خط مماس باشه یعنی وای هم همین باشه یعنی وای پریم شیب اون خطه شیب مماس بر دایره با شیب مماس بر این خطه یکی باشه مشتق دومشون هم یکی باشه خب اگر یعنی واسه دایره دایره ای باشه که هم از اون نقطه بگذره هم مماس بر دایره مماس بر این خم باشه که اینو الان من بی‌نهایت دایره میتونم بکشم که از این نقطه بگذرن مماس هم برای این دایره باشن ولی یکی از اون دایره ها هستش که مشتق دومش هم یکیه بعد اگر این بود من شاه انحنای این خم رو میگم شاه اون دایره یعنی چی ببینید من میام واسه یه دایره این خممو فرض کنید تو مبدع مختصات این منحنی مینه فرض یه دایره اینجا میکشم شوا این دایره رو میذارم R معادله این خمه ای از اینجا به دست میاد معادله دایره هچیه x2 به علاوه y منهای R به توان دو مساوی R2 دایره ای که مبدعش در نقطه R رو میبره y شواش هم آره حالا اینو بستش بدم یعنی y در واقع میشه R منهای رادیکال R2 منهای x2 و این رو x های حدود صفر بست بدم x های حدود صفر یکی این نقطه است یکی این نقطه است. یکی x مساوی صفر یکی یکی y مساوی صفر یکی y مساوی دو آر من در y های کوچیک میخوام نگاه کنم پس اینجا این رو که بست میدم y میشه آر منهایی میتونست مثبت هم باشه و این نقطه بالایی میشه و نقطه پایینی رو میخوام میشه منهای آر یک منهای x 2 به دو آر دو بله بقیه جمله که من اون جمله رو میزم دور یعنی وای میشه x2 دو به 2r دو واسه اون معادله ه چیه اون این این منحنی قرمزه که من کشتم چون از این نقطه میگذره وای 0 صف 0 چون از شیب این این خط رو اومدم محور وای محور x رو مماس برای خط گرفتم و بنویسم 0 هم 0 گرفتم پس میخوام این جمله با این جمله برابر باشه که این به من میگه اینو بگم اسمش واسه وای دا دایره اینو میگیرم وای 1 یعنی میخوام وای یک زگون در مبدع باشه اه یک اه آروم x دو روی دو آر میخوام برابر باشه با این موجود خب یعنی در واقع شاین انحنا کافیه من بیام شاین انحنای خم اگه یه خمی به من دادن گفتم توی نقطه شاین هست چقدره میام محور ایکس و وای رو آنچنان میگیرم که محور وای عمود بر خم تو اون نقطه باشه محور ایکس مماس بر اون خم در اون نقطه باشه اون خم رو میذارم اون نقطه رو میذارم مبدع مختصات مشتق دوم معادله یه چیز وای بر حسب ایکس یعنی وای زگوند صفر اون میشه یک روی وای زگوند صفر میشه شاینه حالا اگر به من یه منحنی دادن مثلا اینجا بگن شایناره اینجا به دست بیار من در واقع میتونم چیکار کنم محور این بگیرم محور وای رو این بگیرم و دایره ای که برای اینجا چیزه به دست بیارم که دایره میتونه شما اینا منفی باشه حواستون هست ولی ممکنه بگی که نه من این کار سختمه میشه معادله رو این, این تو این درسنامه هست که اگر سوالی داشتین تو جلسه رفتش کار میتونید از اینجا میشه شما رو به دست رو همین کار تکرار کرد واسه اون نقطه دلخواه اون موقع اگر این دیگه مبدع منتقل نکردم به مبدا شما میشه یک به علاوه وای پریم دو به توان سه دوم به وای زگون تو اون نقطه حالا اگه اون نقطه رو منتقلش کنم به مبدا وای پریم بذارم صفر این همون جواب قبلی میشه حالا برای روی اینجوریه روی وقتی من یه روی دارم میخوام شاه رو در این نقطه مثلا به دست بیارم باز میتونم همین کارو رو بکنم بب... ولی یعنی اول مسئله رو تبدیل به خم کنم واسه خم چیکار میکردم یه خ... واسه خم میومدم یه محور رو مماس میکردم بر اون خم محور وای رو, رو عمود میکردم الان من رو این روی بی نهایت خم دارم مثلا یه خم میتونه این شکلی باشه 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 توی نقطه کدوم خمه ها رو انتخاب کنم قضیه اینه که شما در واقع هر صفحه امود بر این رویه بکشین هر صفحه امود بر این رویه بگیریم این رویه رو در یه خمی قطع میکنه مثلا فرض کنید این صفحه رویه رو تو این خم قطع میکنه اگه یه صفحه مثلا این صفحه رو بگیریم رویه رو روی این خم قطع میکنه خب حالا این قرمزه در این نقطه به من یه شعا انحنا میده این یکی مشکیه یه شعا انحنای دیگه میده این یکی مثلا آبیه یه شعا انحنای دیگه میده این و این شروع کنم این صفحه رو چرخوندن بی نهایت خم از این نقطه میگذره که روی اون رویه و هر کدومشون تو اون رویه یه شعا انحنایی دارن اما میشه قضیه ای اثبات کرد که هر دو تا صفحه عمود بر هم رو در نظر بگیریم مثلا فرض کنید یه این 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 بود یه صفحه عمود کردیم مثلا اینو یه صفحه هم عمود کردیم برش به این شکل که این دو تا صفحه هم به هم عمود بودن یعنی دو تا صفحه عمود بر هم که برای این امود بودن اینا دو تا خم به من میدن شا این یکیشون رو بزنم اسمش رو آر 1 یک، یکیشون بزنم آر دو پس حالا من بیام این کمیت رو حساب کنم یک روی r که و یک روی آر 2 این ثابته این رو میتونیم اثبات کنیم معنیش چیه؟ یعنی اینکه که من بیام به جای این دوتا رویه ای که عمود کردم مثلا دوتا رویه اینجوری بگیرم یه رویه دوتا صفحه ای که عمود کردم یه صفحه این بگیرم و یه صفحه این بگیرم واسه این صفحه که عمود کنم یه خم به من میده واسه این صفحه که عمود که به روی یه خم دیگه میده شعاع انحنا ها آر پریم و آر دو هن. ولی این کمیت با این کمیت برابره نه تنها این دوتا برابرن هر دوتا یعنی به جای این دوتا مثلا این دوتا رو بگیرم اه کشم این دوتا رو بگیرم یا چه میدونم دوتا دیگه بگیرم هر دوتایی بگیرم این رابطه ثابت معنیش اینه که این, این, این یه کمیت ذاتی اون رویه است که واسه حالا اسمم گذاشته میشه و حالا استدلالش این چجوری من اثبات کنم ببینین من بیام این رویه رو با یه چیزی نمایش بدم با یه زدی در واقع تابعی است از x و y دیگه من می اومدم چیکار کردم اون رویه ای که در نظر گرفتم یه, سحف... یه محور عمود برای این رویه میگیرم به این محور میگم محور z دو تا محور عمود بر محور زد میگیرن که هم مماسن بر اون محور z اسم این رو x اسمش میذارم y که زد تنها خاصیتی که وجود داره زد عمود بر این روی است ایکس و وای هم صفحه ایکس و وای مماثل بر این روی هست. خب حالا صفحه زد این روی ها رو روی خمی قطع میکنه مثلا این خم صفحه زد وای هم این روی رو روی خم دیگه قطع میکنه مثلا این خم خب این نقطه هم نقطه ایکس مساوی صفر وای مساوی صفر حالا Z کتابی است از زتا ایکس و وای این رو میتونم تو این نقطه بستش بدم این میشه زتای صفر و صفر با علاوه ایکس روند زتا، و روند ایکس در مبدع وای روند زتا و روند وای در مبدع و علاوه ایکس دو دوم روندو زتا زتا. روند ایکس دو در مبدع و علاوه وای دو دوم روندو زتا زتا. روند وای دو در مبدع و علاوه یه بار x y یه بار y x هر کدوم یه دوم داره که میشه خود x y روند زتا به روند x روند y در مبدا به علاوه جمله های مرتب بالاتر خب حالا در مبدا الان زتا مقدارش چقدر z تو مبدا مختصات صفر دیگه پس این جمله صفر روند زتا به روند x میشه شیب این, این شیب این خطه در مبدا که این جمله هم صفر شیب خط آبی و قرمز هر دو تو مبدا صفرن پس رونده z تا به رونده x و رونده z تا به رونده y در مبدا صفر پس z میشه از این جمله این سه تا جمله میمونن کوچیک یعنی اولین جملات میشه یه چیزی در x2 یه چیزی در y2 یه چیزی در x y جمله بعدی از مرد من اگر جمله های x به توان 3 y به توان 3 x2 y x y2 جمله های به توان 3 رو بریزم دور از بقیه جملات میده صرف نظر میکنم پس تا این مرتبه من نگه میدارم یعنی در نزدیکی مبدع مختصات این رابطه رو میشه بشه که ماتریسی اینجوری نوشت میشه اینجوری نوشت X ماتریس سطری برداری بردار آلفا بیتا گاما دوم گاما دوم X Y جمله بعدی رو دور که این رو اگه اسمش بذارم ماتریس M M یه ماتریس متقارن من گرفتم میتونستم متقارن نگیرم ولی گرفتم به دلیل اینکه که بتونم کنم. خب حالا این ماتریسی ماتریس متقارنه اگر دست ریاضی فیزیک که احتمالا خوندین هر ماتریس متقارن رو میشه قدشیش کرد یعنی من یه ماتریس تبدیل تشبهی میتونم پیدا کنم که ام R M R ام M, -R -M, -R -M -R بشه ماتریس M دایاگنال قطری یعنی جای M من میتونم یا اینو اینو بذار اینجوری جوری آر آره تراره هاده میتونم مثلا M آره تراره هاده M D R خب پس Z رو میتونم اینجوری بنویسم X Y آره تراره هاده M D R X Y که آر اون ماتریس دوران است حالا آر زب در ماتریس آر زب در ایکس وای اسمش رو ایکس پریم وای ماتریس ام یه ماتریس قطریه اسمش میذارم مثلا لاندا یک لاندا دو 0 0 اینم ایکس پریم وای پریم میشه پس این رو میشه اینجوری نوشت زد رو میشه نوشت الفا لاندا یک حالا اینجا الفا پریم اسمش ولی لاندا 1 ایکس پریم 2 لاندا 2 ایکس وای پس معنیش اینه که هر رویه ای داشته باشم، محور در حال کلی میشه ولی با چرخوندن دستگاه مختصات میتونم یک کاری کنم که چیز که این ماتریس ام قطریشه و این معادله زد مساوی الفا ایکس بتا به شکل لیست ثابت در ایکس دو بالا ثابت در وای حالا x پر وای پر محورهای جدیدن مثلا این محور x و وای که من اینجوری گفتم اینو چرخوندم x و جدید جدیدم مثلا این حال این مثلا محور x پره ا میدان وای پر x پر وای پر که مماس بر سطح هست خب حالا الان این, این اون دو تا دیگه شما نگاه کن یعنی الان دو تا هن من اگه برم تو صفحه زد ایکس پریم یه سهمیه با معادل زد مساوی لانده یک ایکس پریم دو. یعنی وای رو بذارم صفر صفحه زد ایکس پریم یه سهمیه در نزدیکی نقطه مبدا و زد وای پریم هم یه سهمیه های این سهمیا چقدرن این شبیه همون چیزی قبل ما دست دستو یعنی لاندا یک با شاین هنای مربوطه یا حالا اینجا آلفا و یعنی دو تا لاندا یک دو تا لاندا یک یک روی آر یک دو تا لاندا دو هم یک روی آر دو این دو تا شاین هنه. به اینا میگن شاین هنه اصلی ولی قصه ای که وجود داره لاندا یک به علاوه لاندا دو این ثابته چون رد ماتریس ام تریس ام رد ماتریس با تریس ام دی برابره و این برابر با لاندا ای که علاوه لاندا دو که برابر یک روی آر یک که علاوه یک روی آر دو خب حالا اگه واسه همون صفحه چیز میگرفتم همون محور ایکس بریم و ایکس و وای رو میگرفتم باز اگه برم تو صفحه مثلا وای مساوی صفر این دوتا جمله جمله میپرن معادله میشه زد الفا ایکس دو میشه شاین هنایه میشه یک روی دو الفا اگه برم تو صفحه ایکس مساوی صفر شعاع میشه یک روی دو بتا چیز میشه یک روی دو بتا که الان ش... یک روی دو تا یک روی آر 1 پریمی... آر یک و علاوه یک روی آر 2 که با این آلفا بتا برابر برابره. میشه دو آلفای و علاوه دو بتا که اینجا هم, هم همین این اینا را اگه اسمش بذاریم آر پریم اینا هم همون رد اون ماتریس هن. رد ماتریس با قطری کردن عوض نمیشه یعنی همه این های جمع عکس شوائنهنه هاشون برابر خب بقیه برس دیگه باشه.